نشست علمی روزانه آیت الله العظما سید صادق حسینی شیرازی روز یک شنبه سوم ذی‌قعده سال 1445 برگزار شد. در این نشست همچون جلسات پیشین ایشان به سوالهای حاضران در جلسه پیرامون مسائل مختلف فقهی پاسخ دادند. آیت الله العظما شیرازی با اشاره به سیره رسول اکرم صلی الله علیه و آله و امیرالمومنین صلوات الله علیه در خصوص اجرای حدود فرمودند: پیامبر اکرم و امیرالمومنین نه در صدها بلکه هزاران مورد از اجرای حدود صرف نظر کردند، از جمله نسبت به منافقان در زمان پیامبر اکرم و نسبت به دشمنان در زمان امیرالمومنین. معظم الله در رابطه با شرایط اجرای حدود فرمودند: اجرای حدود نبایستی موجب نفرت مردم شود، در غیر این صورت اجرای آن جایز نیست و این شرط اجرای حدود است و علاوه بر آن از مسلمات است که در سیره رسول اکرم و امیرالمومنین بوده است و شامل هر حدی در هر جا و هر زمان می باشد. ایشان در ادامه فرمودند: با آنکه صاحب نبی مستوجب قتل است، اما بارها پیامبر اکرم هم از دشنامگویان خود گذشتند و هم اجازه ندادند کسی به آنها تعرض کند و همواره با مردم رفتار خوبی داشتند، آنچنان که در روایتی از امام صادق نقل شده که به دلیل رفتار نیکوی پیامبر اکرم با منافقان از جمله نمازی که آن حضرت بر رأس منافقان خواندند هزاران نفر از آنان از نفاق خود گذشتند. با هم فرمایشات آیت الله العظما شیرازی را ببینیم و بشنویم. بله، قاعدتا بله، چون یکی از روایات داره که پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمودن لولا انی اکره ان یقال، گفته شود، گفته شود معنی که همه بگن، حتی ولو بعضی ها بگن. محل خلافه؟ چرا؟ نه، اطلاقات میگیره، اما بعضی گفتن تحصیل کردن.